بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما رو شایسته اعتماد خلقمون بکن. خدایا مسئولیت سنگینی رو که از این طریق بر دوش تک تک مجاهدان این خلق قرار میدی به ما کمک کن تا اون رو به آخر برسونیم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که گفتند پروردگار تکامل بخش ما خداست و سپس بر راه او استقامت ورزیدن، همی فرود آید بر ایشان ملائکه و نیروهای یاری کننده آفرینش. این که مترسید و اندوهگین مباشید و بشارت باد شما را به بهشتی که وعده داده شده اید. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مردم غیور آذربایجان، خلق آزادی ستان و مجاهد سرور تبریز و به یاد سرداران و سالاران گران قدر آزادی، مجاهدان اعظم، مجاهدان شرف و حریت بشری، ستارخان، باقرخان، ثقت الاسلام، خیابانی و حنیف نژاد، شاهدان فراموشی ناپذیر تاریخ معاصر ایران، سلام بر وادی مقدس آزادی، ارض خونین تبریز، آشیان شهیدان، سلام بر آذربایجان، سرزمین آتش و خون و آزادی، معراجگاه مجاهدان. و کدام انقلابی و کدام انقلابی است در سراسر جهان که از تبریز عبور کند
و بر این خاک نماز آزادی نگذارد و بر این خاک نماز آزادی نگذارد. مادرها، پدرها، برادرها و خواهرها، برای هر انقلابی ارض تبریز همونطور که گفتم یک زیارتگاهه، یعنی هیچ انقلابی راستینی پیدا نخواهد شد که مشتاق دیدارش نباشه و نخواد به زیارت این حرم آزادی بشتابه. ولی برای یک مجاهد خلق این آرزو و اشتیاق اوج دیگری به خودش میگیره، چرا که یک مجاهد خلق در تبریز همزادگاه تاریخیش رو پیدا میکنه و همزادگاه سیاسی و عقیدتیش و همزادگاه تشکیلاتیش رو. زادگاه تاریخیش از این حیث که در تاریخ جدید ایران اصل و نسب تاریخی ما به مجاهدین صدر مشروطه میرسه، به ستار و باقر. تفنگ سردار رو بوسیدیم و به دوش انداختیم. از حیث عقیده و مرام هم ما ادامه کمال یافته همون اسلامی هستیم که در قریب گلوله های سردار نطفه بست. وقتی که پرچم های سفید ننگ و تسلیم رو از هم می درید و پرچم سرخ حسینی رو بر در خونه های تبریز به اهتزاز در می آورد، اسلامی که در قریب تفنگ های مجاهدین همه محلات تبریز رو از ارتجاع و استبداد تهی کرد، هزاران هزار بار از میان آتش و خون گذشت، بر علیه استعمار شورید، روی اسب سردار کوه و دشت رو نوردید، در مردانگی و مروت و مردم دوستی علی گونه در سردار تجلی کرد، با نامردمان هرگز سازش نکرد، جانب محرومان رو هیچ وقت راه نکرد. و چه رنج ها و چه محرومیت ها و چه تهمت ها که تحمل نکرد. یک روز در کسوت سردار به کالسکه نشوندندش، در شب عید درست 1289 از تبریز محترمانه به تهران تبعیدش کردند. بعد اونجا همه متلک های به اصطلاح روشن فکرها و فلان و دوله ها و فلان و سلطنه ها رو نثارش کردند که این سردار لهجه داره و این سردار سواد نداره، تا در پارک اتابک به تیر دشمنان جرار زانوش رو فلج بکنند، دغمرگش بکنند. ولی سردار که نمرد، در تهران ریشه کرد، سرچشمه شد، نه آتش کده شد. مگه نه که از سرزمین آذر، از آذر آبادگان آمده بود. یک شعلش رفت به گیلان، جنگید و جنگید، کوچکان شد. شعله های دیگرش، رودبارهای پرخروش دیگرش، هر کدوم راه ولایتی رو در پیش گرفتند، رفتند و همه جا آتش به پا کردند. پیام آذرخش رو از آذر آبادگان بردند و در فراز همه کوه‌ها و جلگه‌ها به پا داشتند. مدرس‌ها شدند، مصدق‌ها شدند، فاطمی‌ها شدند، سرداران همه جا ریشه کردند، بچه کردند و امروز ما نواده‌های اونها هستیم. و خدا کنه که باشیم. و بعد از 15 خرداد حالا فهمیده بودیم که اسلام حسینی ما نه اسلام مشروع خواه ها که جلوه ستارخان هم ایستادند
و به او و نظایرش هم که آزادی خواه بودند کافر و بابی گفتند. بله همین اسلام حنیف کارگر و دهقان رو میخواد، جامعه بی طبقه توحیدی رو میخواد. اینجا بود که معطل نشدیم، مرکب عشق و امید سردار رو سوار شدیم، تفنگش رو بوسیدیم و برداشتیم. مثل علی موسیو و حاجلی دوافروش که شماها باید خوب بشناسیدشون، مرکز غیبی درست کردیم. رفتیم و رفتیم، هر وقت که راه پرفراز و پرسنگلاخ بود، پرفراز و نشیب بود، هر وقت که فشارها زیاد بود، درست مثل سربازهای سردار در بحبوحه جنگهای تبریز صدای صمیمی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام قربان، و بلند شدیم. این که مهم نبود که تعداد ما کم بود و که تعداد مستبدین زیاد بود. مگه قرآن نگفته بود که بسیار گروه های کم و اندک که با اعتقاد و آرمان بر گروه های بسیار ولی بی آرمان و بی اعتقاد پیروز می شوند؟ چرا که خدا یار مقاومت کنندگان است. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره باذن الله و الله مع الصابرین. بله این تکیه کلام سردار در گوشمون تنین می انداخت همیشه، اونجا که می گفت آزادان آز چختان چخ گرلر. و اینطور بود که امروز فرزندان و نوادگان سردار زیاد شدن، چرا که از هر قطره خون سردار مجاهدی که بر خاک افتاد ده ها مجاهد بر خاک لاله ها رو میدن. کمثل حبت ننبتت سبع تنابل فی کل سنبلت مئت حبه الله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. همانند دانی که هفت خوشه می رویاند که در هر خوشه ای صد دانه و خدا چند برابر می کند برون که بخواهد، و خدا گشایش دهنده علیم است. به این ترتیب اگر چه ستاره های این خلق رو هر بار در آسمان های شهادت غرق کردند، اما باز هم آسمان این میهن همیشه غرق ستاره ها بود. و چنین بود که از خون سرداران و سالاران آزادی نسل جدیدی خوشه کرد. در گذرگاه شب تار، همون جایی که ستارخان رو به دروازه نور پیکار میکرد، اخگران سرخ خوشه زدن. ثقت الاسلام ها، شیخ سلیم ها، خیابونی ها، فرزندان علی موسیو و حاجلی دوافروش، حنیف نجات ها، محسن ها، مدیزادگان ها، سمت ها، گل سرخی ها و هزاران گل سرخ دیگر. گوشه ها بست ستاره پرگل، گوشه اخگر سرخ با تنین های سترگ، عاقبت کوره خورشید گدازان خواهد شد و تومار هر گونه ستم و استثمار رو در هم خواهد پیچید. بله ما تمام خلقت و طبیعت رو گواه میگیریم که سرانجام زمستان بهره کشی و استثمار سپری خواهد شد و با به کمال رسیدن انقلابمون باز هم روح سردار خنده بر لب همچون گل خورشید بر کوه بلند جلوه خواهد کرد.
سردار ملی همیشه اینطور می اندیشید. هر وقت دل ایران آزاد شد، دل من نیز آزاد خواهد شد. وقتی تبریز بخندد، دل من هم خواهد خندید. و ما مجاهدین امروز برونیم که دل تبریز رو، یعنی نبض تمام ایران رو، به شادی و لبخند بیاریم تا سردار هم بخنده. داشتم زادگاه تاریخی، سیاسی و عقیدتی مجاهدین خلق رو میگفتم در تبریز، که حالا میرسیم به زادگاه تشکیلاتی ما، که فکر میکنم با وجود شهید بنیانگذار محمد حنیف نژاد احتیاجی به شهر نداره. باز هم سردار فرزند دیگری رو فرستاد سایر خواهرها و برادرهاش رو جمع بکنه در گوشه و کنار کشور. پس این تبریز شهر مشعلداران برای هر مجاهد خلق، نه یک دیار غیر و نه یک وادی ناآشنا، بلکه زادگاه درد آشنای سیاسی، عقیدتی و تشکیلاتیش هست که امروز من هم به زیارتش نائل شدم.